سلام رفقا، خوش اومدید به چنل ایمروز. من ایلیا هستم و من دانیال. خوشبختم. آقا این قسمت یه قسمت جذاب داریم براتون. چیکار قراره بکنیم؟ یه تعداد پک زیاد داریم قراره که بزنیم و بعد از اینکه پک ها رو میزنیم یه پیکی اومده که هم شیپ شیفتر میده هم توتس میده. گارانتی 93 پلاس یک از 4 قراره که 3 تا من بستیم. 3 تا هم اکانت دانیال هم اکانت من هم اکانت مشترک 3 تا بستیم و آخر این ویدیو میزنیم. قبل از اینکه بریم سراغ پیکا هم احتمال داره که بازیکنی از ایونت لول اپ بزنیم. اگه هم هنوز ویدیو لول اپ رو ندیدید میتونید برید ویدیو قبلی رو ببینید. بریم برگردیم. سوال این قسمت رو بپرسم. من دارم همینجوری آروم آروم شروع کنم چون گولد پکم داره. سوال این قسمت اینه که خیلی سوال جذابی میتونه باشه. بله بگم با تخم مرغ چی دوست داریم بزنیم؟ من سوسیس تخم مرغ سری مثلا املت سوسیس تخم مرغ املت هستم. سوسیس تخم مرغ اینجوری نیست که اصلا میگم زیاد تخم مرغ با بیکن واقعا اینا نمیاد آخرین با کیک. حالا سیب زمینی سرخ کرده حالا با تخم مرغ نیمرو نخوردی یه بار تست کن خیلی سرخ کرده با نیمرو. آره خود چاق خود صابون انگلیسی چاق کن پکیج افزایش وزنه بنویسید ببینیم چه جوری. بعضی از چی دوست داری؟ من خودم خود نیمرو رو خیلی دوست دارم. خب نیمرو با بیکن، نه تو خب بیکن خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. من نیمرو با پپرونی هم دوست دارم. پنیر پیتزا هم بزنی روش. بگیر جدا بریزی تو نیمرو. آره. حالا دای پکان بزنی. سالامی تو خمر هم خیلی خوبه. اینم تست. پپرونی سالامی. نه سالامی نمیخواد روغن بزنی. میشه میذاری سرخ بشه. تو خمر میذاری روش. اصلا یه سری سوسیس تخم مرغ من دو تو راه بچا بنویسید که چی دوست دارید دیگه. واقعا با این داستان چی میخواید چنل دام حتما ساب کنید. به 500 تا رسیده ویدیو در دست ادیت و در واقع سازش هستش و حتما ساب کنید که دیگه ویدیو داره داغ داغ میاد. حالا بنویسید دوستان قسمت اول چی باشه شب عوضش. آره میتونیم عوض کنیم. بنویسید هر چیزی که شما بیشتر برامون بنویسید اونو ما سعی میکنیم بذاریم. حالا همه چی میتونه باشه. دیسکریپشن هم از چنل لودی ساب کنید. هزار تایی شدی داره کامنت ها من سعی میکنم میرم با اون چنل میام اینجا کامنت میذارم که منو ساب کنید. اگه همچین چیزی دیدید چنل دوه و اونو ساب کنید حتما. بچه یادتون بچه بودید از شاید هم الان هم به سوال شرطه هی بروس شو نه چجوری بچه ها به دنیا آمدن. من معمولا با این لک لک ها لک لک آره دیگه لک لک ژاپنی دورنا فکر کنم به فارسی دورنا که بیسکویت کیک دورنا فکر کنم اونه. آره الان نمی‌بینمش کامل که لک لکه نه فکر کنم لک لک یا لک 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 دورنا یا لک لک. آره دیگه اینجوری آورده تاکسیک واقعا تاکسیک. چنل دو تو راه چنل دو بیشتر راجع به موضوع صحبت می‌کنم تو اینجا یه ذره دست و بالم بسته است. وای ماگارسی الان بچا نگرفتین لول اپ. البته دیشب دیدید چه لول اپی زدیم خدایا لول اپ لول اپ لول اپ میلیونی رو زدیم. سی ماشاءالله سی ماشاءالله. رید گولد پک برو بریم اینا رو میذارم که به پک های خوب نزدیک بشیم. مثل پک خفن داریم که اونا اصلی هست. اینا رو فقط دارم میذارم که 1% چیزی توش باشه بپریم هوا و خوشحالی کنیم. میپریم هوا؟ آره پاتم یه مقدار. چهارشنبه هم که دیگه بچه‌ها میدونن دیگه قسمت چهارشنبه قسمت با علی دوزده مورگارسی مسابقات رپی خاصی داره. رپی سمی میشه بهتره بگی. آره. این کی رپ میخونه اونجا؟ هر کی به واسه رپ بخونه. آره رپ فری استایل یعنی کلمه بده. 5 تا کلمه میگیم نفری هر کی باخت اونا رو. آره. بعد ببینیم که کی رپ خونده واقعا. آره. صدام گرفت بچه خیلی دوستان همکاری کنیم. من واقعا خودم خوشم میاد که مدگل خیلی همینه. دوستم و مدگل مدگله عجب شما گارسیایی بریم راجبه چی صحبت کنیم با مدگل راجبه دیدید سیزن با صحبت بکنه. آره. ایریا یه هو مثلا با مدگل براتون قسمت میذاریم یا مثلا یه هو با یه آدمی که براتون عجیبه یا خیلی معروفه شاید بذاریم صحبتش هم شده شاید بخندید یه هو ولی یه هو سورپرایزتون میکنیم یه هو بگید واقعا من دیگه آره واقعا در هیبروز هیچ چیزی غیر ممکن نیست. این شعار هیبروزه همیشه این یادتون باشه که در هیبروز هیچ چیزی غیر ممکن نیست واقعا. هیبروز اول بله من بریم بزن نزدیکتر که چند تا پک دیگه مونده؟ 23 تا بیستوفتا میزنیم اینا رو. آتیش گیزه اونو بخون آتیش گیزه همه چیه دیدید بچه ها اصلا رپ گوش میدید بچه ها من اصلا این نسل که رپ گوش میده مترو نکنه ها. نه چی هست اینا برای چند از دوه محتوی بگو آقای چی آقای تو مترو که چیزه آتفه یکی از رفیقام خیلی اخلاق شبیه این آقا است که تو مترو واقعا آره نه حرفاش حرفی که میزنه نه ولی دیوونه بودی شبیهش فاصله بگیرتش
نه وقتی یه فشار زیادی میخوریم طبیعتاً فشار رو آره. من دیدم تک دست پکورا همینجوری میدنم و میرم جلو صحبت هم پادکست ایرانی دیدی؟ اصلا بعضی هاشون ها نمشون هیچ شعور و درک و چیزی ندارن، فقط یه میکروفون میزنن از یه شروور صحبت میکنن و علمی هم صحبت میکنن. اینه جمعه کی مثلا؟ حالا دیگه بچه ها خوشون میدونن همه شون نه بعضی شون خیلی کاشون درسته، مثلا خیلی پادکست خفن داره ایران. آره یه دونه هست یکی خواستم معرفی کنم یادم رفت اسمش، تو یوتیوب خیلی خفنه. بعد خب دکترا آدمای خفنی میان راجع به چیزای تغذیه مخصوصا صحبت میکنن، مثلا راجع به خارجیه. آره خیلی معروفه، یعنی جزء دکتر آز مثلا میگفتن که خب اگه کتاب نمیخونی خوب کتاب خوندن مثلا این پادکست این آدمو چون دکترا و مثلا نویسنده بزرگو میاره صحبت میکنه، مثلا این دکترا واقعا صاحب نقره خودکان دستش صحبت میکنه. ببینید این پادکست اسمش چیه، دیدینش؟ یه ذره ریش داره، یه ذره گنده است، تو اینستاگرام دیدینش حتما ریش داره که ویدیوهاش میذاره مثلا راجع به کتله یه ذره مش کمه. تاس تاس نه تو اون تاکسیکی خیلی خیلی پول نداره. چی داریم صحبت میکنیم واقعا؟ چند تا پک مونده بچه‌ها؟ یه نگاه بکنیم به تعداد پک هایی که مونده. 17 تا پک مونده اسمال الکترون پلیرز پک. یه لول اپ وسط پادکستمون نمیشه بده با فکرم آیکون آیکون باشه. سال پیش آیکون میداد چقدر شوق و ذوقش میشه آیکونای خوبی دیگه. آیکونا رو دیگه اومد سرشون رو برید دیگه سریاشون. مثلا بکام هیچکس بکام بازی نمیداد، بعد اومد توتی آیکونش رو داد که بفهمونه که آیکونایی که واقعا خفن بودن هم یه سری کارتا بهشون داد و بنظرم خیلی حرکت خفنیه. بزن اینا رو بزن، اینا رو بزن که دیگه داریم میریم تو پک خوب، داریم میریم تو پک های خوب. بده تو رو خدا یه دونه بده پشتشت باشه، یا پشتش میاد یه خورشید پشتش به ماست. خیمنز و کی بود؟ با من بچه‌ها مثلا میخوام یه قصه این سالو برسن. بچه‌ها با تیپ فوتبالیستی چالهانوگلو این... یه رپ بد بخونن. چالهانوگلو تیپ فوتبالیستی ای وای که ماما گارسیا امشب تولد پسرا یه جمله بگه. ای بالا این قسمت جمله برتر مثلا کادو بدیم بهش گیف سال قسمت بعدی اینه احتمالاً مثلا کلمه کلمه بگم. اون آقایی که ساندویچ هات داگ میاره وای من می تو اون زیاد معروف نیست، مثلا کسای میما رو باید بگی که بچه ها قطعا دیدن، اونم باید ببینن دیگه، اونم معروف باش درست. هر بار اون ویدیو رو میبینم همه سانج سوسیس میکنم الان، ولی باز به نظرم این سال سمیه مقدار فاصله گرفته، قبلا خیلی سم بود یه سری دست الان هم یه چیزایی سیاه وایران دست یه سری آدم هایی بود که واقعا عجیب هم مثلا الان هم مثلا یه کلی هزینه میکنه مثلا هرکی اصلا پسرا واقعا من هم خدایی خدایی تو اینستا اصلا هی پست میذارم حمایت زیاد حمایت نمیشن حمایتش کنید بعد اگر هم حال نکرد بکنه یه کامنت فوش برسید خیجش رو نه میخوام بگم تو اینستا دخترا خودشون اون که نه خب میگم دخترا میرن دخترها رو فالو میکنن و یه کامنت رو اینو میذارم پسرها میرن دخترها. اصلا ماهی که اصلا حالت بلاگری تو اینستا میرن پسری مثلا این وسط هیچ سرمون خالی میمونه بلد. سرت خالی میمونه پس. آره. سر خالی جیب پر عجب چیز سمی. خب رسیدیم به بعدی پکای سمی اشغال داداش این هولی هندز اومده 10 تا دونه پک مونده بعد میریم سراغ استاد شیپ شیفتر داداش پشتت یه لول اپ ترید نمیدی بابایی ان شاء الله ان شاء الله پش مشتا چه خبر هستش اون پش مشتا رسیم بالا و آی ان آرمز رو کویکسل میکنیم. بچه کیا یادشونه یه فیفا باتمن خیلی باگ بود، اسمالین خیلی باگ بود، باتمن بود اسمش آره. و واقعا هم کارتا که این شکلی باگ بودن اینجوری نبود که 100 تا ایونت بیاد. مثلا یه سال یادمه یه سال یادمه که چیز 18 تا اینفورم داشته یادته کی؟ نویر 90 فکر کنم پشتش خوب باشه احتمالش هست احتمالش هست خیلی احتمالش هست نه 18 تا چیز داشت 18 تا تیم آف دی ویک توپ 18 تا تیم آف دی ویک با خفش 18 تا تیم آف دی ویک داشت فکر کنم کی؟ کی؟ هیگواین ایگوان واقعا پلیر خوبه خیلی خفن ولی اونم یعنی کارت های خاصی زیاد میگم ایونت های خاصی تو بازی نداره. مثلا یه دونه خود توتی تو بازی بود، یه دونه مثال توتی اومد توتی اولش بود من احساس کنم توتی ولی میزدی دیگه اصلا باربنده تو باید جمع میکردی میرفت، اینجور نبود همه توتی بزنن، توتی مثلا میزدی دیگه انگار نازاریو زدی. خدای ما تو یوتیوب خیلی یعنی حتی از یوتیوبرای انگلیسی هم خیلی محتوای توتس و توتیم خوب بود، خیلی خوب زدیم خوب یعنی تعداد پکایی که میسازیم و گرایندی که میکنیم رنک هایی که میزنیم مثلا من یوتیوبرای خارجی میدیدم یوتیوبرای اصلا یه چیزی که بگم اونا که دارن خارجی اصلا کاری ندارم یه نصف اکثر یوتیوبرای خارجی
واکاوت تیم آف دی نیست واکاوت اصلا فکر تیم آف دی نیست نصف یوتیوبرهای خارجی بچه ها چیز هنینه داشته باشید تو ذهنتون نصف یوتیوبرهای خارجی ریاکشن نشون میدن به پکایی که فالوئرشون میزنن یعنی خودشون هم میگن تو ویدیوشون یعنی کلا پک اوپنینگ اونجا این شکلی یعنی ریاکت نشون میدن به پک اوپنینگ یکی دیگه در واقع این شکلی جا افتاده مثلا تو یه پکی میزنی خفنه براش مسیج میکنی این پکو میگی فلان چیزو زدم این یارو هم میره مثلا ریاکشن نشون میده پکتو نگاه میکنه روش صحبت میکنه خیلی این شکلی ان رنگ ایکویی که میذارن حالا یه سریاشون هم نه ولی اکثرا این جوریه کانتنتشون و ریاکشن نشون میدن یعنی مثلا شیر پلی با شیر پلی پلی استیشن میکنه انجام میدن و ماما گارسیا 384 پلاس پلیرز پک برو بریم این دیگه اینا دیگه باید بده دیگه اینا لول اپ نده من از شلوار میدارم اینجا شلوار میدارم و راه میرم تو کوچه ها 384 داد ساویچ خیلی تاکسیک یکی از پلیرای تاکسیک فیفا است اوج میتونیم یه پلی لیستی بزنیم بچه‌ها آخ من چی بگم خشن ترین تیم فیفا رو بسازیم من خیلی بگم خیلی هستم راموس و ساویچ و پپه این سه تا به نظرم نه حالا یه چیز دیگه یه چیز هم میتونیم بینه با هم بزنیم یه چیز هم میتونیم با هم بزنیم یه پلیلیستی میتونیم با هم درست کنیم به اسم رد تو گلوری یعنی میتونیم بازی همون رو تو فوق تاکسیک بازی کنیم یعنی خوشحالی های تاکسیک بازی کنه تاکسیک استفاده کنیم البته این رد تو گلوری خود کانتنت مثلا اینجوریست ایده من باشه ایده نیکه و راند فود مارکتی که از خفن خیلی ایده ها هست اصلا همه ایده که انجام میدیم هر کی انجام میده تو یوتیوب فارسی 95% خارجی انجام دادن اصلا نمیشه همچیز انجام نداده باشن چون که یه کامیونیتی بوده که ما موضوع ولی اینو خودم به ذهنم رسید بریم ما تو رو خدا این یا پک بعدی توش یه دونه لول اپ داره شما دختر خونه اون دست با کارت دست دوسته اسپین گیم رودری این پدر ما در آورد این رودری واقعا پدر ما در آورد پشتش آسپاس نخودچی آسپاس خیلی بایوده این درمیزم خودم دادم الان اینو که تو دادی اونو که من گفتم من نه محال میشه مهاجم رد مثلا داگلاس کاستا بود دیگو کاستا ببخشید گاز میگرفت سوارز بیا دیگو کاستا و سوارز نیو سه دو چقدر؟ یک برو بریم ماما گارسیا شی توشه بده نویلا پرو خدا نویلا این که 85 نباید باشه برزیل سی دی ام حاجی فاویلی پشتش خیلی سخت میکنه کارو احتمالاً من ایدم اینه که سرپک و وقتی خیلی ریت پایین نشون داده پشتش چیزی هست قبول داری این پکی که گارانتیه نیست. ریدم تو ایدم و واقعا ایده من نباید بدم این خیلی بعد اینا رو میفتم بالا بعدن یه کاری باش بکنیم بریم ببندیم دیگه همین الان میتونیم شیپ فیلتر رو ببندیم و برگردیم سه تا شیپ فیلتر میبندیم سه تا شیپ فیلتر پیک 93 پلاس توتس هم توش هست توتس هم احتمال داره بده پس با ما هم باش دوستان عزیز با نام یاد خداوند رفتیم مکانت دانیال و بستیم دیگه عشق و حالیه اینجا یه عشق و حال زیادی هم هست همون بازیکنه بود که دیشب پک کرده بودیم و دابلیکیت بود انرژی بالا قراره که بتره کنیم یه چی میخوایی از این پیک چی میخوایی یه میخوام فکر کنم بشستم من اینا پولیاشو چیز کنم عجب گشنه ای هستی عجب گشنه آقا دانیال گشنه رو کامنت کنید چهار از چهار تشتر چهار نمیگذره بابا داری لیست میکنی الان نه بیا اینو برام دانیال بچه ها گشنه از خودت یه هایی زدی چقدر یه هایی زدی کراون هیل براون هیل داداش براون هیل تپه قهوه‌ای رو داریم واقعا تپه قهوه‌ای بود این فکر که زدیم آدم ایرام که همیشه ما رو کاظم که همیشه همه جا اگه این رو کاظم هریکین کاظم جان اگه اینو میبینی لایک من اسمالینگ رو میخوام بردارم چون رومیه ها هم رومی هم که یه مورد تو دفاع بخوام چیز کنم باز بعد 60 گیم میتونی بخری تو باشه 60 که هریکن هریکن رو بخری 95 ریتش بالا سالینگ رومیه بچه دانیال واقعا من وقت ارق بی دلیل داره ارق بی دلیل داریم ما 100 تا تیتاب داریم ما هریکن هم داری اسمالینگ ما 95 داری اسمالینگ بازیکن روم بالاخره دوست دارم کارش داشته باشم برداشت واقعا هم الوعده وفا و اسمانینگ یه روزی یه جایی بهترین بازیکن سال شدی حتما دست داداش منو بگیر و بیار اونجا یه بوسی از توتی بکنه فقط همین آرزو رو داره بریم سراغ اکانت بعدی پک بعدی هی وی گو خب برگشتیم رو اکانت ماما گارسیا کوچک ماما گارسیا که داره برای گفتن حرفی باره وای زها پپه بارلا استاتوس هم ببینید به تو داد شیپ
آره به من شیپ داد خوده، به تو هم باید بده دیگه، این حیفه، این حیفه، این شیپ ها واقعا حیفه. گیمارش بارلا رو دارید تصویر، آقای گیمارش رو دارید تصویر، من فکر کنم همین بارلا رو بردارم، مادی ریته برای اسپیسی ها به کار میاد. پپر رو داریم هم الان هم توتسایی زده نایا من و بعد خرید زهار هم داریم. زهار هم بچه کارت خوبی داریم، من اونجا که آر بی ال بی نداره ترکیبم و سه دفاع است در واقع همون بارلا رو برمیدارم. اینجا هم دیگه هافک زیاد دارم ولی بین زها و بارلا بارلا رو انتخاب میکنم. نظری هم ندارم دیگه. ال دات خدایی تو نظری نداری راجع به این پیک؟ از برام بهتره، از برای تو کلا شیپ بده به نظر من خوبه ولی 90 بچا نمیارزه، 90 نمیارزه، 90 واقعا نمیارزه که ریت 90 بده یه ذره ال بخ. اون اسکوادش خیلی شاید باورتون نشه ولی یه تیم گلرها رو چیدین و من هنوز دارم لوریس رو لیست میکنم 20 کیسی که زیر هم ولی نمیره لوریس، یعنی اینقدر این بازیکن پلیر غیر علاقه است. چی بهش میگن؟ منفور نیست که بچه میشه مثلا لیول اپینا رو خب بخرید بعد بریم باز ابجکتیو رو بگیریم گرونتر میشه مثلا سود میکنه ها بچه ها نشد که به کارت های لیول اپ بکنیم مثلا بخرید میتونیم بریم ابجکتیو ببینیم بعد بفروشه میشه. آره میشه این کاری کرد ولی ابجکتیو هاش اگه یه نگاه کرده باشی حرفو نمیزنی ولی خب کلا ابجکتیو های زیاده، مثلا 30 تا بازی باید بازی کنی با 7 تا بازی کنه بلژیکی تو اسکواد بتل میشه دیگه. اسکواد بتل رایوال ویکند، رایوال ویکند که غلطی نمی‌کنیم این کارو. بازیکنه که گرفتیم چی؟ چی؟ از اونا نمی‌تونیم استفاده کنیم. در واقع این سوآپ دیگه، یه جور سوآپ. آره. بریم حالا بعدی رو بزنیم. بریم پیک بعدی، اونم اکانت دوم منه. ممنون. گرسیات. اینجا هم بسیم دیگه. به هر حال فودرهامونو داریم به دست تقدیر میدین. 93 90 میخواست و 88 بچه های این پیک ببینیم میارده یا نه بدشه. کایل واکر گوتسه کارت خوبیه. کازم و الکازم، کازم که تو همش هست دیگه، استاتس نیاز به دیدن نداره، گیمارش هم بود. فقط یه واکر جدید اومد با یه دونه آقای گوتسه بارتر. که همون واکر رو برداریم دیگه، گوتسه هم که کلا قیمتی نداره، یا واکر یا گوتسه رو بندم نمیدونم چیکار کنم. احتمالاً واکر رو برمی‌دارم چون به درد ترکیب میخوره. یه روزی بخوای لینک کنی حالا هالندی قدش خیلی کوتاهه که خیلی قدش کوتاهه ولی اونجوری نیست مثلا بخاطر قدش گل بخوری. عجیبه واقعا. من به یه پلیر خورده بودم چند وقت پیش توی ویکند که این ویکند بود رو دیدم نمید. این با آقای واکر هم داشتم. آقا این 6 تا خورده بود تیمم فول گل، یعنی معلوم بود سطح بازیش معلوم بود که اکانت دوم ساخته واسه اینکه وبمشو باز کنه سال بعدی داشته باشه. همین چیکار داشت می‌کرد؟ بعد این داداشمون لف نمیداد، انقدر دادن با واکر اسکیلش، هم واکر 5 انقدر با واکر بهش اسکیل زدن، انقدر با واکر بهش اسکیل زدن دروازه. آره هی بهش میزدن، حالا مثلا 8 تا افتاده بودم جلو، 2 3 تاش هم گرفت زد تو گلم، نبری هم زد فشار هم مقدار خوردم ولی خب دیگه یه ذره فشارش هم کردن. از دوستان بازی کنه گلم نداداش، اون کسی که این کار میکنه دوستان نبری بهت میزنه، دوستان که اینطور فشاری کنه مثلا بعضی وقتا لف بخور یه چیزی مچش نپره. جالب نبری خودش دیگه زیاد نمیزنه سیبریشناش، انقدر تو ویکند جلوش زدن نمیدونم. آخه دمتون گرم، چند دو رو افتاد، چند دو رو هزار تایی کنیم، واقعا خیلی حمایت خفنی میکنه. خیلی از شما صاحبتون پرید برید یه چک بکنید. آره حتما برید چک کنید، تو دیسکریپشن هست، تو کامنت ها سعی کنید مهمونای پین کنید، مهمونای خفن هم داره. چهارشنبه ساعت 18 به وقت ایران قسمت ماما گارسیا با علی زلزله، ماما گارسیا که نسل 4 تو رپرا از دست نمیدیم، ما نسل 4 ایم بنظرم، نمیدونم چی باخته واقعا. چند دو ریاکت یه روزی قول میدم من اونجا که داداش دانیال هستم و یه سری از تفاهه هایی که براتون اونجا به جا گذاشته یه روزی برمیگردم و براتون نمایان میکنم. دانیال یه سری آهنگ داره زیر خاکی، یه روزی تو چنل دوم اون آهنگاشو براتون پلی میکنم و اون روز از من ممنونید که این کارو کردید. خیلی خوب رپ میخونه واسه تکسش واقعا تاکسیکه واقعا. آقا مرسی که این قسمت دیدید، نظرتون رو بنویسید و کامنتاتون نره. مرسی که حمایت میکنید. پیس اوت، چاو.